به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام و درود فراوان به یکایک نازنینای تایم تی وی. من سیمین تهرانی در خدمت استاد بزرگ آقای دکتر پروفسور جهانگیر احدود سلام عرض میکنم. آقای دکتر، با این همه زحمت های ما خیلی خوش آمدید. مرسی خانم تهرانی، دوباره و سه باره که منو دوباره دعوت کردین در خدمتتون باشم. ما هر روز دوست داریم شما رو داشته باشیم. شما خیلی ممنون. یه خانواده از دست ما زله شدن. نه خیلی ممنون ازتون که اجازه میدین در تلویزیون شما ما بتونیم راجع به بیماری های مختلف با دکترهای مختلف و بیماری هایی که خودم تخصص دارم صحبت بکنیم. آقای دکتر، واقعا نمیخوایم تعریف بکنیم، وقت رو تلف کنیم، ولی واقعا کاری که شما میکنیم برای ما و دوستای تایم تی وی واقعا قیمت نمیشه روش گذاشت، به خاطر اینکه آوردن پزشکای متخصص دیگه دور هم جمع کردنشون کار راحتی نیست. من که نمیتونم انجام بدم. خواهش میکنم پزشکان مهمان برنامه شما لطف دارن در حق ما و جامعه واقعا که اونا هم وقتشون رو میذارن. اطلاعاتی که میتونه هر مریضی باید ساعتها وقت بذاره بره بدون هیچ نوع چشم داشتی بگیرن و از اون اطلاعات به نفع خودشون استفاده بکنن. مسئله مهم اینه که آقای دکتر، توی تلویزیون تایم افرادی مثل شما هستن، کسایی که واقعا دانش دارن، واقعا زحمت کشیدن، واقعا اسم خوبی تو جامعه ایرانی و آمریکایی دارن و اون خیلی مهمه. برای اینکه ما افتخارمون اینه که افرادی که توی این تلویزیون دانششون رو با دیگران در میون میذارن، شیر میکنن، افرادی هستن که دانش دارن، یعنی همینجوری چهار تا روزنامه نخوندن، همینجوری صحبت نمیکنن. اینه که خیلی حائز اهمیته. بازم از شما تشکر. خواهش میکنم. ما سعی میکنیم که پزشکایی که اینجا میان همشون بورد سرتیفاید باشن. بله. و نه تنها تخصص، به فوق تخصصی داشته باشن که صحبتی که میکنن آخرین اطلاعاتی که موجود هست و به بله. هموطنان بدن. بله. خب بفرمایید آقای دکتر، امروز راجع به بیخوابی و من اینا یه کمی صحبت بکنیم که همه داد میزنن از بیخوابی. خواستم قبل از بیخوابی راجع به دو تا مقاله جدید اومد که نشون داد کسایی که ابستراکتیو اسلیپ اپنیا یا ایست تنفسی در حال خواب دارن تمایل به سرطان زایی در بدنشون بیشتر میشه و این روی خبر بدیه که متاسفانه به این دلیل خواستم که از این موقعیت استفاده بکنم بگم که واقعا اگر مریضی تشخیص داده شده به این که اسلیپ اپنیا یا ایست تنفسی در خواب داشته باشه حتما درمان بکنن. و ما قبلا زیاد راجع به این صحبت کردیم، ضایعات جسمی و روحی که ایست تنفسی در بدن ایجاد میکنه بسیار زیاده و این دوتا مقاله جدید نشون میده که شما فقط خورخور در خواب نمیکنین، وقتی که خورخور میکنین و تنفستون مختل میشه و اکسیژن بدن پایین میفته و بدن در مقابله با این مسئله که پیش اومده باید بجنگه و اون جنگ باعث میشه که آدرنالین توی بدن بالا بره، مواد شیمیایی در بدن تولید میشه که به علت اینکه بدن خیال میکنه جنگه، باید الان شما رو نجات بده، یه موادی در میفرسته بیرون به اسم اینترفرون یا مواد التهابی که مزاد بر اونهایی که تا به حال صحبت کردیم، این میتونه سلولهایی که در بدن هستن تحریک بکنه و اوور پروداکشن و یا تولید زیادشون باعث سرطان بشه. و متاسفانه ما با بعضی موقع ها با خیلی هایی که صحبت میکنیم میگن عمه ما یا خاله ما یا همسایه‌مون این ماشین رو گرفته، دستگاه رو گرفته، به هیچ وجه استفاده نمیکنه و خیال میکنن که مثلا این چون زیبا نیست، در شب قشنگ نیست که ماسکی بذارن که جلوی بیماریشون رو بگیره، یا اینکه
باعث ناراحتی، مقداری ناراحتی ایجاد میشه. خب نرمال نیست که شما ماسک داشته باشین، ولی خب باید اینو بدونین که این بیماری مزمنیه و باید درمان بشه. ولی مریضی که مثلا فشار خون داره هر روز باید قرصش بخوره و ممکنه این قرص ضایعاتی یا ساید افکت هایی داشته باشه، ولی شما نمیتونی بگی که خب من به خاطر اینکه من ناخون پام درد گرفت من دیگه قرص فشار خونم رو نمیخورم، یا خشکی دهان یا من میگم به چیزای ساده ای که بعضیا میگم مثلا از وقتی قرص قندم رو شروع کردم دیگه کمر درد گرفتم دیگه نمیخورم، یا بعضیا واقعا متوجه وخامتی که این بیماری یا این حادثه در خواب براشون ایجاد میکنه متوجه نیستن. من به این دلیل خواستم این موقعیت رو غنیمت بشمارم و بگم که لطفاً توجه بکنید به این مسئله ایست تنفسی. آقای دکتر عذر میخوام، این ایست تنفسی چقدر طول میکشه؟ ثانیه است؟ بله، من ایست تنفسی اگر بیشتر از 10 ثانیه باشه و اکسیژن رو 4% بندازه پایین به عنوان زایعه ایست تنفسی شناخته میشه. بله. مریض هست که 60 بار در ساعت، یعنی هر دقیقه تا هر دقیقه ایشون نفسشون ایست میکنه به دلایلی که قبلا گفتیم، ممکنه یه مقداری باز دوباره صحبت بکنیم، باعث میشه که اکسیژن بدن بیفته. اکسیژن، انسان بدون اکسیژن نمیتونه زنده باشه. میدونین که شما اگر 3 تا 4 دقیقه اکسیژن به مغزتون نرسه شما برین دد هستی. یعنی خب البته ببینین ایست تنفسی 3-4 دقیقه نیست ولی متداومه. بله. کسی که 60 بار در ساعت اکسیژنی که 96% میفته به 67% باز برمیگرده، این متداوم این عمل انجام میشه. همونطور که در جلسات قبلی با دکتر بندری راجع به مالتیپل اسکلروسیس و به حافظه صحبت کردیم، ببینین این اکسیژنی که شما میفته و این مواد سمی که برای دفاع شما در بدن میان، زایعه ایجاد میتونن بکنن. درسته که شما رو بیدار میکنن، یعنی شما ممکنه متوجه نشین بیدار شدیم، ولی ما در خواب 5 مرحله داریم که شما باید به اون مراحل برسین که یه خوابی داشته باشین که فردای اون روز از لحاظ جسمی و روحی راحت باشین. بله درست میفهمم. وقتی که این اکسیژن هر به میفته و این موادی که میان که شما رو کمک بکنن که بیدارتون کنن و اکسیژن رو برگردونن، در اون مراحل باعث زایعات میشه. مثلا مریضی که مالتیپل اسکلروسیس داره، این پلاک هایی که زخیم شده توی مغز یا نخاع، این متاسفانه به همون دلایل اتوایمیون یا ایمنی بدن و اون مواد اتوایمیون که بدن ظاهر میشه، این ناحیه ها رو بدتر میکنه. زایات مالتیپل اسکلروسیس بدتر میشه. بله. علائمشون بدتر میشه. ما اتفاقا مریضای مالتیپل اسکلروسیس 40% به ایست تنفسی مبتلا هستن. بله بله. و پیشنهاد شما چی آقای دکتر؟ اولین سوالم اینه که پیشنهادتون چیه و چه کسایی به این ایست تنفسی اصلا مبتلا میشن؟ آیا همه میشن یا ببینید معمولا و اکثرا به وزن بدن رابطه مستقیم داره. البته همه کسایی که ایست تنفسی دارن چاق نیستن. یه قسمتی از اینها آدمایی هستن که از لحاظ مادرزادی ته زبونشون زخیمه، یعنی شما زبونتونم سایز و وزن زبونتونم به طور ژنتیکلی بهتون انتقال پیدا میکنه. یعنی شما ته زبونتون که چقدر اندازش باشه از پدرتون و مادرتون به ارث بردی. ممکنه لاغر باشین ولی چون ته زبونتون طوری زخیم هست، وقتی که میخوابین این باعث ایست تنفسی میشه. بله. و مخصوصا اگر الکل خورده باشین یا مواد دارویی خورده باشین که خواب
یا مثل وایکودن یا داروهای درد بخوری اون بدتر میشه. کسایی هستن که دندوناشون درست قرار نگرفته، مالوکلوژن دارن، به دلیل اینکه درست قرار نگرفته وقتی میخوابم عقب میره و زبونم بیشتر میندازه عقب. کسایی هستن که ابنورمالیتی های فک دارن، ناخوش های فک دارن، مثلا این آسیایی ها مکسیلاریش قسمت بالای سینه‌شون به علت صورت جنتیکلی قسمت بالاشون خیلی پس رفتر از بقیه نژادها هستن. اینا خیلی اسلیپ اپنیا دارن و سنم اثر داره آقای دکتر. به خانم ها در زمانی که یائسه نشدن به علت هورمون استروژن انساج ته گلوشون خیلی قوی تره و کمتر به اسلیپ اپنیا مبتلا میشن. بله. ولی تا زمانی که منوپاز میشن مقدار ایست تنفسی در زنها در زمان یائسگی تقریبا مترادف و هم قسمت با مردا میشه. بله. و سن البته هرچی سن بالاتر بشه به مثلا پیر مردها و پیر زنهای خیلی در 70-80 به بالا ممکنه ایست تنفسیشون کمتر از کسایی باشه که جوانتر میشن به علت اینکه وزنشون کمتر. بچه ها چی آقای دکتر؟ بچه ها معمولا ایست تنفسی در بچه ها به علت لوزتینه، لوزتین و لوزه سومه. بله بله. و البته مالفورمکس چیزای مادرزادی که بچه به دنیا میاد مثل کلفت پالپ، کلفت پالپ میشه لب شکری یا دفورمیتی های صورت هست، ولی مجاریتی این بچه ها لوزه هاشون بزرگه یا لوزه سوم دارن. و بچه ها تفاوتی که با بزرگ ها دارن در روز، بزرگ ها وقتی که ایست تنفسی دارن یعنی اینکه شب کم درست خواب کوالیتی نگرفتن، خواب دیپ اسلیپ یا دیپ عمیق و خواب رم نگرفتن، فردا خواب آلوده هستن، بچه ها سر کلاس هایپر اکتیو هستن. برعکس هم خیلی از این بچه هایی که میبینید صبح نمیتونید بیدارشون کنید، سخت بیدارشون کنید برن مدرسه، اینا اسلیپ اپنیا دارن. خیلی از این بچه هایی که معلمشون بهشون زنگ میزنه به پدر مادر که این بچه شما کلاس به هم میزنه، آروم نمیشینه، این ADD داره، attention deficit syndrome داره یا hyperactivity disorder داره، اینا واقعا sleep apnea داره. شما پدر مادر رو باید بدونن این بچه هایی که بالشتشون رو خیس میکنن، یعنی درول میکنن، آب دهنشون میاد و اگر هم ببینن در خواب متوجه میشن اینا خورخور میکنن، تکون میخورن که نفس بکشن، اینا رو با درمان تانسیلکتومی یا لوزه ها رو که در بیارن علائمشون بهتر میشه و بهتره که هر چی زودتر اینو ببرن پیش پدیاتریشنشون، به دلیل اینکه نه تنها فرم صورت بچه‌ای که لوزه سوم اسلیپ اپنیا داره فرق میکنه، بهش میگن ادنوئید فیس، صورتای درازی پیدا میکنن، در ضمن سر کلاس اینا هم دوچار مشکل هستن، دوچار انزایتی میشن چون نمیتونن با بقیه بچه ها بشینن سر کلاس گوش بدن، گریداشون پایین تره برای اینکه خواب نمیرن، درس نمیتونن بخونن، نمره های خوب نمیتونن بیارن. اینا رو اگه توجه بکنن به راحتی میتونن درمان بکنن. آقای دکتر یک سوالی راجع به لوزه میخوام از خدمتون بکنم. معمولا خب لوزه ها حالت پروتکشن یا محافظت دارن که بیشتر میکروب و اینا وارد نشه، ولی توی بچه ها دیدیم که وقتی که مرتب سرما میخورن و اینا، بعد دکتر کودکان ریکامند میکنه که پیشنهاد میکنم برن این لوزه رو در بیارن. سوالم از شما اینه که این از نظر علمی یا هر چیزی، من نمیتونم خودم بفهمم که چیزی که میتونه برای محافظت توی بدن به وجود اومده چطور ما باید اینو درش بیاریم بدازیمش. دکتر لوزتین یک مرکز دفاعی بدن در دوران جنینیه و واقعا در بعد از بلوغ اصلا این کوچیک میشه و از بین میره. یعنی با در آوردن لوزتین شما یا بچه شما هیچ نوع زای ایمنی پیدا نخواهد کرد. یعنی وجودشون
اتوماتیکلی و توسط بچه که بزرگ میشه خودش کوچیک میشه. بله. ولی متاسفانه بعضی ها این لوزه ها چیز نیستن، درست کامل پوشش ندارن، سوراخ دارن، بهش میگن قار دارن توش، کریپتیک هستن و وقتی که هی غذا که میخورن، غذا که اون تو میشینه باعث پوتریفیکیشن و عفونت میشه. به این دلیل بهتره که اینا رو در بیارین و مانع این بشین که این بچه‌ای که داره بزرگ میشه هر دفعه بهش آنتی بیوتیک بهش بدن و هر دفعه عفونت بگیره و مریض بشه. جلوگیری از این ضایعات درمان اینها و به علاوه اینکه عفونت میگیرن. من بعضی موقع یه سوالی میکنم که خیلی به نظر پزشکا به خصوص متخصصین مثل شما شاید عامی بیاد، ولی این چیزاییه که واقعا روزمره انجام میشه. یادم میاد بعضی موقع که وقتی بچه‌ها رو عمل میکردن حتی برای تانسیلکتومی اینا بمیرفتن، آیا فقط به خاطر این بود که این لوزشون رو بریدن یا ممکنه عوارض دیگه ای داشته که باعث به این رفتن بچه شده؟ آیا شما شنیده بودین که بچه با لوزه عمل کردن مرده؟ من شنیدم اینها معمولا خیلی به ندرت پیش میاد و اگر پیش میاد به دلیل اینه که خونریزی که بعد از اون انجام میشه کنترل نشده. بله. یعنی جراحی مشکل بوده. بله. یا زود نرسیدن، چون که این یه عضویه که خیلی محتقنه و واسکولار خون توش زیاده، وقتی که در آوردن متاسفانه طوری که کردن رگی که پاره شده رو درست نبستن، اون باعث خونریزی و مرگ شد. چون که خیلی شدیده و باید به این دلیل معمولا سعی میکنن اینا رو چندین ساعت بعد در بزرگا که حتی شب مریض رو در بیمارستان ابزرو میکنن، نگاه میکنن که همه چی به نرمال باشه قبل از اینکه برای بستنی بهشون میدن چیزایی یخ میدن که خون منقبض کنه. سردی باعث میشه که رگ تنگ بشه، چیز پس آب گرم و چیزای گرم اینو نباید بدن دیگه. خب آقای دکتر برگردیم به بزرگا. وقتی که اینها استفوسی دارن، آیا این ماشینایی که شما ریکامند میکنین که این دستگاهی که بذارن، این ماسکی که بذارن، اینو باید تا آخر عمرشون بذارن؟ و این خب از نظر پارتنرشیپی یا از زن شوهری خب یه مقداری مشکل زاست، برای اینکه اون ماشین خودش یه مقداری صدا درست میکنه. درست آقای دکتر؟ ببینید تنها موردی که از لحاظ زناشویی ما مسئله‌ای که داریم بین مردا یا زنایی نیست که سالها ازدواج کردن، این مسئله واقعا براشون نیست که این برای جلوگیری زناشوییشون بشه. اتفاقا خیلی از طلاقهایی که انجام میشه به طور غیر مستقیم به علت ایست تنفسی و خورخورهای شدیدیه که مریضا میکنن. اندازه گرفتن دسیبل خورخور میتونه مثل اینی باشه که شما زیر فرودگاه زندگی میکنه. بله. صدا به این صورت میتونه. بله. باشه. و فکر بکنین اون خانومی که همبستر آقایی که به این صورت خورخور شدید میکنه، فکر میکنین که این خانوم فردا که نخوابید، تمام شب نخوابیده، این کم کم چه نوع استراب و ناراحتی براش پیش میاد. بله. از لحاظ زناشویی، برای اینکه متاسفانه اون خانوم هم خیال بکنن که همبسترشون الان راحت خوابیده، متاسفانه خواب در ایران متاسفانه خورخور نشانگر یک خواب خوبه و خواب نازه بکنه شما و فکر میکنین که به طور غیر مستقیم این خانوم ایشون بعد از دو سال سه سال که درست نخوابیده unconsciously یا غیر از ضمیر ناخودآگاه چه احساسی به اون آقایی که هر شب داره خورخور میکنه و از لحاظ زناشویی نیست. واقعا صدایی که این دستگاه ها الان هست از صدای یخچال شما خیلی کمتره. یعنی اگر دستگاه درست بشینه هیچ نوع صدایی اصلا نمیاد از ماشین. و این باعث میشه که اون خانومی که هم بستر اون شخصی که سلیپ اپنیا داره اونم بتونه بخوابه، خواب خوبی داشته باشه و فردای اون روز حال بهتری داشته باشه. بله. و اون آقا هم در ضمن به علت اینکه استنفسی نداشته
خوب خوابیده، خواب استیج دیپ استیپ و رم استیپ و رفته، فردای اون روز بتونه با خانوادهش بهتر رفتار کنه، با خانوادهش تمرکز اعصابی داشته باشه، اکسرسایز بهتری بکنه، وقت بیشتری با خانواده بذاره. وقتی که شما ایست تنفسی داری یا اسلیپ اپنیا دارین، شما ممکنه 10 ساعت تو تخت خواب باشی و واقعا وقتی هم بیدار میشین دو ساعت هم نخوابیده باشی. ولی وقتی که ماسکو میذارین، مریضای ما که معمولا توی تختشون 7-8 ساعت 10 ساعت میخوابیدن، 5-6 ساعت کافیه براشون، میان بیرون راحت هست. بله. حالا آقای دکتر، شما پیشنهادتون برای یه خواب نرمال خوب چند ساعت در روزه؟ ببینید، خواب نرمال بین 6-8 ساعت. نشون دادن کسایی که 10 ساعت در روز میخوابن، مرگ و میر درشون بیشتره. بیشتر کمتر بخوابیم دیگه از امروز. این وقت نداریم بخوابیم، خدا رو شکر. نرمال 6-8 ساعت کافیه یه خواب، البته بدون درد، بدون خورخور، بدون ایست تنفسی. بله. خواب کامل برای یک انسان باعث آرامش روحی و جسمی فردای اون روز. آقای دکتر، آخرین سوال، خیلی زمان سریع گذشت، ولی آیا کسایی بودن که این دستگاه ایست تنفسی رو استفاده کردن برای یه مدتی و بعد دیگه احتیاج نبوده استفاده کنن، یا باید تا آخر عمرشون اینو مثل داروی فشار خون بخوره؟ بله، همونطور که خدمتتون گفتم، ببینین، اگر شما زایه آناتومیکلی داشته باشین، یعنی اینکه ته زبونتون زخیم باشه، فکتون ناراحت باشه، گردنتون کوچیکه، اگه آناتومیکلی پرابلم داشته باشین، نمیشه. ولی اگر شما باشین که مریض من دارم که 350 پوند بوده، ماسکو گذاشتیم، رفتن لب‌بند کردن یا ورزش‌های شدید کردن، 70-80 پوند و از یا 100 پوند کم کردن، دیگه احتیاجی به سی‌پاپ نداشتن. و یعنی پس ببینین، گفتیم ماجوریتی اکثرا به علت وزنه. وزن اگر درمان بشه، شما برای هر 10 پوندی که وزنتون بیاد پایین، چند میلیمتر تای گلوتون بازتر میشه. خب دوستای عزیز، همینجور که میدونین در خدمت آقای پروفسور دکتر احدود هستیم، در مطب ایشون هستیم. آقای دکتر بسیار بسیار لطف دارن به تلویزیون تایم و ما و همچنین شما دوستای عزیز. آقای دکتر، بار دیگه ازتون میخوام تشکر کنم بابت کانتری ویلا، این محلی که شما اونجا کار میکنیم و پدر خدا بیامرزتون. من کار نمیکنم اونجا، ولی به علت مریضی که میبینیم. بله، بالاخره شما مریض بهشون میدیم. خیلی ممنون و سپاسگزار هستیم. آگهیشون از تلویزیون ما داره پخش میشه. تشکرش از شما. خواهش میکنم. بعد از نه، من فکر کردم با اون حداقل جامعه بدونن دیگه همچین من مرکزی هست که میتونن استفاده بکنن. بله بله. خب به هر حال دوستای عزیز، هر جوری که آقای دکتر احدود انگوش میذارن روش و سفارش میکنن، شما بدونین که محل بسیار خوبیه و ایشون به هیچ عنوان دکتر احدود جایی رو ریکامند نمیکنن، پیشنهاد نمیکنن، پزشکی رو نمیارن تا اینکه خودشون 100% به اون مسئله بیلیف داشته باشم. برحال آقای دکتر، ممنون و سپاسگزار. مرسی، قربان شما. در خاتمه خواستم بگم من هیچ نوع فاینانشیال ریلیشنشیپ با کانتری ویلا ندارم، هیچ نوع از لحاظ مالی و اینا هیچ رابطه ای ندارم. جاست مانو میخواستم که مطمئن بشم که برحال، ولی نه، ما فقط خواستیم جلوی دوربین از شما تشکر داشته باشیم که گرفتن آگهی های امریکایی راحت نیست، باید شخص مثل آقای دکتر احدود رو بشناسن، قبولش داشته باشن، احترام بذارن که بتونن با جامعه ایرانی کار کنن. به هر حال آقای دکتر همه میدونن، ولی این قسمت پزشکی ما قیمت نمیشه روش گذاشت، این کاری که شما میکنین. شما میدونم که از نظر مالی به شما هیچ کمکی نیست، ضرر مریض نمیبینین، وقتتون رو به ما میدین، ولی برای ما واقعا بسیار بسیار از نظر بیننده هامون برنامه‌ایه که قابل توجه، بیننده زیاد داره، خیلی ها میشنن، از جوان و پیر و همه میشنن برنامه رو نگاه میکنن.
و یه برنامه بسیار بسیار مفیدیه برای جامعه ایرانی. خیلی ممنون. در حال همه میدونن خواهد. آقای دکتر واقعا وقتشون رو برای ما میذارن. ما واقعا ممنون و سپاسگزار هستیم آقای دکتر. خیلی ممنون. تانکیو. من خواستم بگم این هفته هفته خوبی هم بوده برای من. من دخترم، دختر اولم وکالت رو تموم کرده. مبارک مبارک، تبریک. برای دفعه اولم که نشست امتحان بارشو داده، همون روزم همون روزی که گرادویت میشده بارشم پس کرده. آقای دکتر به خدا اگه پدر منم پروفسور احدود بود اینقدر برین داشتم به حتما پس میکرد. ولی خب فامیل خیلی مهمه. قربون شما. خیلی نه، باعث افتخار ما بود که این تو امتحانشون رو تونستم، یعنی به راه، یعنی اولین باری که بشینن دادن. و it's a very good week for me و good week که شما رو هم میبینم اینجا بعد از مرسی. چندین ماه ما به خانم احدود عزیزمون، وکیل آیندهمون، وکیل آینده که نه دیگه، وکیل الان دیگه، وکیل شدن دیگه. بله، به هر حال تبریک میگیم از طرف خودمون، از طرف تلویزیون تایم، از طرف بیننده هامون و باعث افتخارین شما. من هم خواستم به دوبرا جونم، دخترم، تبریک بگم اینجا. مرسی آقای دکتر، خیلی خوب کاری کردید. از این موقعیت استفاده آقای دکتر حتما سوء استفاده اختیار دارین. حتما ما عکسشون رو بدیم و حتما توی تلویزیون ازشون بهشون تبریک میگیم. مرسی یک بار دیگه. قربان. مرسی.